یا رحمان یا رحیم یا غفار یا کریم یا رحمان یا رحیم یا غفار یا کریم یا باری یا متکبر اللہ 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 یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا قدوس یا ملک یا جبار یا خالق یا قہار یا بصیر یا وہاب یا جلیل یا رزاق یا مؤمن یا باسط یا وارث یا خافض یا حسیب یا رقیب یا مجیب یا حفیظ یا ودود یا حکیم یا فتح یا مہیمن اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین به نهمین نشست در ارتباط با تشریح مفاهیم مقدماتی اسماء الحسنا هستیم و تصور میکنم که این نشست پایانی باشد در ذکر مقدمات قبل از اینکه وارد مباحث اصلی بشویم و هر جلسه ای و هر نشستی یکی از اسامی اسماء الحسنا را مطرح کنیم و از زبان قرآن درباره آن با شما سخن بگوییم. در جلسات گذشته تا به اینجا رسیدیم که اسماء الحسنا مخلوق خدا هستند و مرتبط با خدا هستند، اما صفات ذاتی خدا نیستند، بلکه صفات فاعلی خدا هستند و صفات فاعلی خدا مربوط به صفات آثار خدا می شود. این اسامی یعنی اسماء الحسنا نمیتواند صفات ذاتی خدا و یا اسباب معرفت به ذات حضرت حق باشد، بلکه هر اسمی از این اسامی اشاره به یک مسئولیت انسان میکند که انسان باید بیاموزد و با آن صفت متصف شود و بداند که این صفات در اشاره و آثار خداست و وظایف و مسئولیت های انسان رو معین می کند. در واقع این اسامی و این صفات چهارچوب هایی هستند که در اون چهارچوب ها و مراحل سلوکی هستند که تطبیق با اونها نوعی سلوک و حرکت برای تقرب به خدا محسوب میشه. جمع کل اسماء الحسنا در یک صفت مشترک هستند و آن صفت حسن و زیبایی و احسان میباشد و همه اینها به معنای زیبایی و دانایی است و خلق زیبایی و حمایت از استمرار زیبایی است. اسماء الحسنا
عبارت است از وظایف انسان در ساختمان نوعی از هستی و جهانی و جامعه‌ای که در اون جامعه همه چیز در اوج زیبایی باشد. مقصود زیبایی باطنی است که در صلح و در امنیت و در تعالی و در برادری و برابری ایجاد می شود و همه اینها موکول به داشتن برابری و یا عدالت است. مقصود عدالت اجتماعی است. زیبایی به معنای خوبی، به معنای پسندیدگی و مفید بودن در صفت زیباسازی هستی است. وقتی دل ناشادی را شاد می کنی، زیبایی آفریده ای. وقتی گرسنه را سیر می کنی، زیبایی آفریده ای. وقتی گناهی را می بخشی، وقتی آبروی را حفظ می کنی، وقتی انصاف را رعایت می کنی، وقتی از زشتی و گناه پرهیز می کنی، وقتی از درویی و از تخریب دست برمی‌داری و وقتی فساد و تخریب جسم و جان رو متوقف می‌کنی و بسیاری از اعمال نیک دیگر که فهرست همه آنها در مفاهیم اسماء الحسنا آمده است و در اونجا قرار دارد، وقتی چنین می‌کنی مورد قبول و مورد تصدیق حضرت حق قرار میگیری و به این وسیله دین ما به هستی پرداخت میشود. قرآن کتابی است که نه تنها وظیفه انسان به انسان رو معین و مشخص میکند و از طریق اونچه که با آنها اسماء الحسنا میگوییم حسن آفرینی در جامعه بشریت رو تعیین و تجویز می کند، به جماد، به حیوان، به آب، به گیاه، به درخت، به پرنده، به مورچه، به زنبور، صاحب حق و صاحب وجود نگاه می کند و جمعیت پرندگان رو جامعه خطاب می کند، جمعیت مورچگان رو جامعه خطاب می کند و برای اونها حق حقوقی قائل است. کتاب قرآن، کتاب تعلیم و کتاب تربیت و نگه داشتن جماد و نبات و حیوان و انسان رو بر مبنای عدالت و انصاف با چهار چوب هایی که حسن و زیبایی آفرینی از اسباب ایلیان هاست معرفی می کند. متاسفانه ما اسماء الحسنا را صفات و اسامی خدا قلمداد می کنیم و از اینکه خدا دارای این صفات خوب است و بار سنگین همه این صفات خوب را به دوش می کشد ما برای خدا دعا می کنیم و گاه گاهی برای اینکه تشویق بشود، خدا تشویق بشود، او را به این اسامی صدا می کنیم و می خوانیم. در واقع به خدا می گوییم فراموش نکنی که تو چه وظایفی به عهده داری. تو باید رحیم باشی، تو باید رحمان باشی، تو باید شکیب باشی، تو باید صبور باشی، تو باید ستار باشی، چنین باشی، چنان باشی، غفار باشی. به خدا یادآوری میکنیم که چه مسئولیت هایی به عهده دارد، مثل رحمت، مثل غفران و بقیه صفاتی که باید خدا حواسش را جمع کند که یک وقت فراموش نکند وظایفی که به عهده او گذاشتیم چیست. همه کسانی که ذره‌ای شرافت برای آنها باقی مانده است در خلوت خود فکر کنند
و ببینند آیا می توانند رد کنند که جز این هیچ استنباط و برداشتی تا کنون از گفتن و شنیدن اسماء الحسنا نداشتند. حضرت حق هر روز از جمعیت مسلمانان وظیفه شناس و بزرگان و علمای ما حکم قبولی دریافت می کند و به عنوان مزاح باید بگوییم که اگر خدا در دنیای امروز فیسبوکی می داشت، حتما بیش از هر چیز اون چیزی رو که در اصطلاح اینجا لایک یا دوست داشتن می گویند بیش از همه دریافت می کرد. در این تعامل واژگون افرادی نگونبخت همچون من با تکرار این اسامی باید باعث افزایش گناه و معصیت خود بشوم، حالان که هر یک از این صفات فعلیت و شفاست و اقیانوسی از امکان است که همه آلودگی های انسان رو تطهیر می کند و ما در کمال غفلت از آن بیخبر هستیم و می خواهیم که بیخبر باشیم، می خواهیم که نادان باقی بمانیم، می خواهیم که نسبت به وظیفه خود کور و نابینا باشیم. اسماء الحسنا ساختمانی است که دارای 100 طبقه است و سالک در هر طبقه از آن به کمال آن طبقه می رسد و مشرف می شود و اذن ورود به طبقه بالاتر رو تحصیل می کند تا آنکه به طبقه 99 می رسد. کدامی که از ما با شنیدن صفاتی که اونها رو منسوب به صفات ذاتی خدا می کنیم تلاش کرده ایم که خود لااقل به یکی از این صفات متصف شویم؟ چنین فرض کنیم که در سلوک الله در طبقه صدوم معراج قرار داشته باشد و آخرین آزمایش انسان در طبقه معراج آزمایش غرور است، آزمایش کبر است، آزمایش برتری است و هر کدام از اینها باعث سقوط و مرگ انسان از اعلای لیگین و اسفل و سافلین می شود. غرور نماینده این است که انسان مفهوم هیچ یک از اسماء الحسنا را درک نکرده است. درد بی دردی که جامعه ما رو فرا گرفته از مسلمان غیر مسلمان و بیشتر این درد بی دردی جامعه مسلمانان رو فرا گرفته که گفت از درد سخن گفتن و از درد شنیدن، از درد سخن گفتن و از درد شنیدن با مردم بی درد ندانی که چه درد است. اسماء الحسنا اسباب و ابزاری است که ساختمان دنیایی به نام بهشت را به عهده دارد و انسان می تواند با این ابزار دنیای خود را به بهشت موعود مبدل کند. حسن یعنی آفرینش زیبایی از امکانات موجود. خداوند به انسان استعداد داده، امکان داده، قوه داده، فعل داده، اختیار داده، ارشاد داده، هدایت داده، تکلیف و تعهد و مسئولیت هم به عهده او گذاشته. یعنی انسان باید که امکانات خودش رو بشناسه و از گل امکان گل زیبایی خلق کنه و تاریکی ظلم رو به کمک این اسبابی که خدا در اختیار او گذاشته و ما از اونها به نام راهنما و یا اسماء الحسنا نام میبریم تاریکی رو به روشنایی روز متحول کنه و کار فلق رو انجام بده. همانطور که خدا در صفت روشنگری و تبیین از دل تاریکی ها و از دل ناامیدی ها
نور خورشید و روشنایی صبحگاهان رو استخراج میکنه و شب رو میشکافه و از دل تاریک شب نور روشن صبح رو استخراج میکنه، از او بیاموزیم. قل اعوذ برب فلق رو یاد بگیریم و پناه ببریم به ربی که شکافنده نور و ایجاد کننده نور از تاریکی است. تاریکی ها رو به کمک اسماء الحسنا به روشنایی مبدل کنیم. اسماء الحسنا مدرسه معرفت به وظایف و تکالیف انسانی است، وظایفی که انسان از طریق ارضای آن موجب رضای حق می شود و هر که در ترازوی متقابل معادل با خواست حق براید، هم او به خانه قلب خدا وارد می شود و هم خدا وارد قلب او می شود و سرنشین قلب او می شود. وقتی انسان وارد قلب خدا می شود، وارد خانه خدا می شود، اون وقت است که ارتباط به اتصال می رسد و این کلام قرآن است که وارد شو، داخل شو به بهشت من، نه به بهشت. فی جنتی، به بهشت من وارد شو، به خانه من وارد شو، به قلب من وارد شو. کی وارد می شوی؟ راضیتن مرضیه، وقتی که هم من از تو راضی باشم و هم تو از من راضی باشم، راضی باشی. یعنی در واقع به امر رضایت به صورت متقابل در این آیه اشاره شده. اسماء الحسنا وسیله است برای اینکه از خدا راضی شویم و وسیله است که رضایت خدا رو اکتساب کنیم. اسماء الحسنا یک مدرسه، یک کارگاه برای تربیت انسان و برای ساختمان جهانی است که در آن نشانی و اثری از ظلم نباشد و در آن جهان نشانه ها و آثار عدالت از اجرای مفاهیم اسماء الحسنا ظاهر بشود. اسماء الحسنا چارچوب ها و قالب های سلوکی و وظایف و اقدامی هستند که سالک باید با شناخت اون صفات و با قدم برداشتن در اون اقدام در تطبیق با اون صفات و با تسهیل و تمکین وقوع اون صفات و با تحمل مسئولیت های ناشی از پذیرش آن صفات موجب تحقق آن صفات در فعلیت آن بشود. از آنجا که این اسامی اشاره به اسباب ساختمان جامعه مطلوب و مقصود و مقبول حضرت حق است، انسان اوج این صفات برجسته را در آینه کمال حضرت حق مشاهده می کند و به این صفات به عنوان یک امکان و به عنوان یک عنایت و به عنوان یک تفضل و نعمت نظر می کند و همین صفات رو در چنین فعلیتی با نیروی اراده و اختیار و امکانی که خدا به او داده ممکن الوقوع می سازد. مثلا انسان وقتی به صفت وکیل مواجه می شود باید آگاه بشود که خدا و خلقت او و قوانین خلقت خدا و نظام آفرینش خدا در مقام وکیل و کارساز و کارگشای امور هستند که همه انسان ها باید متقابلن و نوعاً وکلا و کارسازان و کارگشایان یکدیگر باشند. به لحاظ این قوه، به لحاظ این امکان، انسان ها مدیون
و مسئول یکدیگر هستند. این رو ما میآموزیم به عنوان مثال از صفت وکیل در اسماء الحسنا. البته خدا وکیل و کارساز و کارگشای کل عالم بشریت و موجودات است، لیکن رابطه ما با نیروی وکالت حضرت حق رابطه مشروط و مسئول با قوانین و ضوابط خلقت و آفرینش حضرت حق است. وکالت خدا مخلوق خداست و در این مقام بخشی از نظم آفرینش و نظم نظام ایجاد هستی است. وکالت حضرت حق به عنوان یک مخلوق ممکن الوجود تنها زمانی مجهز و قادر به فعلیت می شود و در شرایطی تحقق می پذیرد که انسان ها موجبات تمکین اون شرایط رو تحقق بخشیده باشند. یک شب آتش در نیستان می فتاد، یک شب آتش در نیستان می فتاد، همچنان اشکی که بر جان می فتاد. شعله تا سرگرم کار خیش شد، هر نی شمع مزار خیش شد. نی به آتش گفت این آشوب چیست؟ مر تو را زین سوختن مطلوب چیست؟ گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم. مرد را دردی اگر باید خوش است، مرد را دردی اگر باید خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. درد بی دردی علاجش آتش است. اسماء الحسنا چراغ‌های روشن و نورانی در مسیر صراط مستقیم و در جهت سلوک الله است و کسانی که مفهوم این صفات رو می آموزند و سعی می کنند که صفاتی رو که در اسماء الحسنا ذکر شده نسب العین خودشون بسازند و اون صفات رو بپذیرند و به اون صفات فکر کنند و به اون صفات معتقد بشوند و به اون صفات عمل بکنند و بالاتر از همه در دنیای آشفته امروز که ما زندگی می کنیم هر واقعه نامطلوب و تلخی رو که ملاحظه می کنیم از خیشتن این سوال رو بکنیم که کدام یک از این صفات که در اسماء الحسنا منعکس شده است به فراموشی سپرده شده که نتایج آن این دنیای نامطلوب و دوست ناداشتنی است. و وقتی جامعه به این رشد فکری برسد که داروی صلح و امنیت و بقا و کرامت و شرافت و حیثیت انسان در گروه شناخت این صفات و دستورالعمل‌ها و به کار بستن اونهاست، این کار به هیچ وجه در انحصار مسلمانان قرآنی نیست. همه انسان‌ها، هر انسانی که معتقد به شرافت و کرامت نوع بشر است، هر انسانی که معتقد به انصاف و عدالت اجتماعی است و هر انسانی که شعور مختصری برای او باقی مانده و می‌داند که تنها راه نجات بشر استقرار عدالت اجتماعی است و امنیت در جامعه نمی‌تواند به وجود بیاید مگر اینکه در جامعه
عدالت اجتماعی حاکم باشد و کسانی که با دست گور خود را حفر می کنند برای اینکه در اون گور سرقت‌هایی رو که از مردم انجام داده‌اند دفینه بسازند، باید بدانند که اولین دفینه خود اونها هستند. جامعه‌ای رو که ما گل‌آلود می‌کنیم، آبی رو که گل‌آلود می‌کنیم، ظلمی که در این جامعه انجام می‌دهیم، همه اینها نتیجه نداشتن معلم، نداشتن انصاف و فراموش کردن مرزهای شرافت و کرامت انسانی است. اگر انسان بداند که کره زمین برای همه است و ما همه برای اینکه در این کره دارای امنیت باشیم باید دارای عدالت اجتماعی باشیم، جز در سایه عدالت اجتماعی هیچ نقطه ای از نقاط کره زمین روی آسایش و آبادی و امنیت به خود نخواهد دید. ممکن است که برای زمانی کوتاه ما فساد رو روی کره زمین جا به جا کنیم و زور و خفقان رو به جای آزادی به مردم تحمیل کنیم و مردم رو با مواد مخدر از خود بی خود کنیم و شعور افراد رو از اونها دور کنیم و جاذبه های شیطانی رو به اونها معرفی بکنیم تا از تحقق مفهوم کرامت انسانی دست بردارند. اما همه اینها موقتی است و در پایان کار بشر دو راه در پیش خود بیشتر ندارد: یا با انصاف و عدالت عمل کند و اخلاق رو بر قانون حاکم بسازد، و یا اونقدر در بی‌عدالتی و ظلم و طمع و تکاسر به مسیر خود ادامه بدهد و اونقدر دارایی های مردم رو یا تصاحب کند یا احتکار کند و قوا و قدرت ها و امکانات و ثروت های دیگران رو بدزدد و احتکار کند و جامعه رو تبدیل به جامعه‌ای کند که انسان‌هایی مملوک انسان‌های دیگر بشوند. اسماء الحسنا، تنها راه نجات بشر در شناخت این صفات، در کاربرد این صفات و در اتصاف به این صفات برای همه کسانی است که روی این کره خاکی زندگی می‌کنند و می‌خواهند که در امنیت و در آسایش و در حفظ ارزش‌های انسانی زندگی کنند. جز عدالت اجتماعی که از طریق کاربرد این صفات در مدرسه اسماء الحسنا به وجود می‌آید، راه دیگری برای بشریت باقی نیست. به اسماء الحسنا به عنوان یک مدرسه نگاه کنید، نه اون که این صفات رو منسوب صفات ذاتی حضرت حق محسوب بدارید و همه وظایف و مسئولیت های خودتون رو فراموش کنید و به این صفات جنبه تقدس بدهید و از این صفات و اتصاف به این صفات دور بایستید. اسماء الحسنا صفاتی هستند که مورد قبول حضرت حق است و همه این صفات مسئولیت های انسان هایی است که شعور دارند، معرفت دارند و می توانند که با کاربرد عقل و شعور به منافع انصاف و عدالت واصل بشوند. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. برنامه بعدی ما که نشست دهم خواهد بود، اولین نشستی خواهد بود که اولین اسم از اسماء الله رو، از اسماء حسنا رو
با شما به تفصیل مطرح خواهیم کرد و این صفت، صفت رحمان خواهد بود که تصور میکنم بسیار برای همه شما سودمند و جاذب خواهد بود. تا دیداری دیگر، فرد فرد شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. از تحمل شما سپاسگزار و متشکر هستم و از اینکه در مدتی قریب 5 ساعت برای تفهم و تعلم مطالب مربوط به مقدمات مفاهیم و معانی اسماء الحسنا حوصله کردید و با ما همراه بودید. بسیار بسیار سپاسگزارم. برای من افتخار بسیار بزرگی است که امین شما هستم و در خانه‌های قلب شما اجازه حضور و ورود دارم. از پذیرش من در خانه‌های قلبتون سپاسگزارم و امیدوارم که فرد فرد شما ما رو در این خدمات کوچکی که انجام می‌دهیم حامی و پشتیبان باشید و امیدوار به لطف خدا هستیم که بتوانیم از این مسیر مشکل و دشوار به سلامتی عبور کنیم. فرد فرد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد و برقرار باشید. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درد افتد. خدا نگهدار. یا کبیر، یا مقید، یا عزیز، یا علیم، یا لطیف، یا خبیر، یا سمیع، یا متین، یا محسی، یا مقدی، یا معیز، یا مکیل، یا معید، یا محیی، یا حمید، یا رشید، یا ولی، یا وکیل، یا واجد، یا واحد، یا احد، یا صمد، یا باید، یا شهید، یا مقدم، یا مؤخر، ذو الجلال والاکرام. الله 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 يا ولي يا بصير يا قوي يا غني يا ولي يا نافي يا باقي يا جميل يا هادي يا ماني يا مغني يا رافي يا رؤوف يا مقصد يا مميت يا بريء يا القيوم يا مقتدر يا تواب يا دار يا بر يا حكم يا عفو يا منتقم يا ملك الملك الله الله, الله